چرا درخت انجیر شما میوه نمیدهد؟ یا اگر میوه میدهد چرا کم میوه میدهد؟ و یا اینکه درخت انجیر چقدر وقت و زمان نیاز دارد تا به میوه دهی برسد؟ شما درخت را میکاریم چقدر زمان نیاز دارد به میوه دهی برسد؟ اگر این سوالات در ذهن شما هست، اگر مشکل دارین، درخت انجیر دارین که میوه نمیدهد، این ویدیو مخصوص شماست. این ویدیو رو تا آخر تماشا کنین. قبل از همه اگر تا حالا عضو کانال ما نشدی، حتما دکمه سابسکرایب رو فشار بدین، زنگوله رو هم روی همه یا آل قرار بدین تا اینکه ویدیوهای جدید ساخته میشه همراه شما به اشتراک گذاشته شود. پس بریم ببینیم ادامه ویدیو رو. خوش آمدین به کانال باغبان آزاد. قربان آزاد هستم و در این ویدیو یکی از دوستای ما شما به نام شهرام صرف، قسمی که شما میبینین شهرام صرف گفتن که سلام عزیز برادر، هنوز جواب من رو ندادین. درخچه انجیر دو ساله من فقط برگ میده، میوه نمیده. کود هم دادم، کمپوست هم، و بالاخره میوه نمیده. جواب مرا بدین. چندین بار کامنت دادن و ما نیاز دانستیم که ایره باید در قالب یک ویدیوی کامل بر شما جور بکنیم و ایراد کنیم که 10 تا عامل میوه ندادن درخت انجیر را در این ویدیو ما شما با جزئیات تحلیل و تجزیه میکنیم. شاید یکی از این علت میوه ندادن درخت شما باشه. پس خوب دقیق و منظم گوش کنین با حوصله‌مندی کامل، چون ویدیوهای بخش کشاورزی و باغداری را اکثریت از شما دوستا پیام میدن که خیلی طولانی هست. اگر خوب دقیق تجزیه و تحلیل نشه، خوب انتقال داده نمیشه مفهوم. میشه مثلا من شورت ویدیو جور کنم، ظرفی دو سه دقیقه اول دوم سوم برو خلاص شد رفت. این ذهن نشین نمیشه. واقعتش که شما به درک شاید نرسین. از اون لحاظ ویدیو ممکن مثلا 7 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه دی دور برا، خب شما باید یک مقدار حوصله‌مندی به خرج بدین تا اینکه یک موضوع جدید رو یاد بگیرین. اگر حوصله نداشته باشین در این دنیا وقت زندگی سخت است. پس می ویدیو طولانی نشه، بریم ببینیم علت اول. دوستای خوبم، دوستی ما که پیام دادن، درخت دو ساله داره. انجیر فرق میکنه، انواع مختلف داره. انجیرها که هست از سال دوم به حاصل میشینه و نظر به نوع انجیر گفتم فرق داره. حتی بعضی انجیرها هستن که سال پنجم به حاصل میاد، که شما باید نگرانی نداشته باشین. و اگر نوع انجیرتون تا حالا به حاصل نیومده، دو ساله سه ساله هست، شما دیره تحلیل کنین که آیا مشکل در نوع انجیری ما هست و یا اینکه در رویش کار ما هست. امون نوع همسایتون هست، اگر در حاصل آمده از شما نامده، پس نوع انجیرتون مشکل نداره، باید سر حاصل بیاید. بعضی موضوعات و علت های دیگه هست. و علت دوم قلمه درخت انجیر هست، که شما خودی قلمه را از کدام نوع درخت گرفتین. اگر قلمه خودتون کاشتین، ای از درخت سالم بوده، خود درخت سالم بوده، شاخش مریض نبوده، آفات و امراض نداشته، این خیلی مهم است. شما از هر قوریه‌ای که انجیر می‌خرین، از هر نهالستانی که می‌خرین، باید مطمئن شوین که درختتان از یک نهالتان از یک درختی گرفته شده که کاملا عاری از آفات و امراض بوده، که این بسیار در باردهی درخت شما تأثیر بسزایی داره. و همچنان شما وقتی خودتان مثلا می‌خواین که در از یک درختچه انجیر شاخه بگیرین، باید مطمئن باشین که درخت در کل سالم هست. و بعد خود شاخه که شما قطع میکنین، او رو باید مطمئن شوین که این سالم هست، مریض نیست. علت سوم، اگر درخت شما در گلدان هست، خود نهال انجیر شما شاید که پیر شده باشه. درختان انجیر وقتی که چندین سال هست، مثلا درخت 8 ساله دارین داخل گلدان، سالهای اول حاصل میداد ولی حالا حاصل نمیده، چی هست مشکل؟ خب به احتمالی گفته میتونیم مثلا 80-90% این ریشش خیلی زیاد شده، از یک طرف گلدان خورد هست برایش و از طرف دیگر ریشه ها حکمش تعدادش زیاد شده. رای حلش چی هست؟ رای حل اولش این است که شما خودی درخت انجیرتان را به یک گلدان کلانتر و بزرگتر انتقال بدین و یک خاک خیلی خوب برش مهیا کنین. این یک رای حل. و اگر میخواین دوباره دمی گلدان بیکارین، نمیخواین گلدان تبدیل کنین، هزینه و این جنجال داشته باشه، در فصل خزان وقتی تمام برگ ها میرزه، این رو دوباره بکشین بیرون و این رو هرس ریشه انجام بدین. یک تعداد ریشه هایش کم کنین تا اینکه فضا اونجا به اندازه کافی موجود باشه و ریشه ها بتونه رشد و نمو کنه و مواد غذایی رو جذب کنه. زیاد شدن ریشه هم یکی از علت کم شدن میوه ها در انجیرهای داخل گلدان هست. موضوع سوم بود. موضوع چهارم هم
تعداد شاخه زیاد روی یک درخته انجیر هست. وقتی شاخهشان خیلی زیاد میشه، این باروریش کم میشه. چون درخت انجیر یک خاصیت خیلی جالب داره که اول کوشش میکنه نموی بدنی خود را کامل کنه و همون نقطه رشد پندوک های نهایی اینا خاصیتی داره که اگر مواد غذایی کم شوه، به اندازه کافی موجود نباشه، اینا کوشش میکنه رشد کنه، مواد غذایی را هی به شکل برگ و رشد تبدیل کنه و به میوه تبدیل نمیکنه. خب برای راه حل این موضوع شما باید در فصل خزان هرس انجام بدین، تعداد شاخه ها را کم کنین، نظر به ریشه ها تعادل بین شاخه و ریشه انجام شوه، اون موقع درخت شما به حاصل میشینه. موضوع پنجم ندادن مواد غذایی هست. بعضی از دوستا هی آب میده و آب میده و آب میده، اصلا یک مواد غذایی برش نمیده و این هم یکی از عامل کلان هست. قسم میگه من قبلا اشاره کردم انجیر اولویت رشد و زنده ماندنش برش مهم است. اکثریت از درخت ها هست با وجودی که هم در حال مردن هست، در حال خشک شدن است، میوه هم تولید میکنه، ولی انجیر کاملا فرق میکنه. باید خوب مواد غذایی کافی باشن، نموی بدنی و رشد خود را انجام بده، بعد اگر غذا به اندازه کافی بود بعد میوه تولید میکنه که خاصیتش کاملا با درخت های دیگه فرق میکنه و این هم یکی از عامل هست که شما آب زیاد برش میتین، مواد غذایی ندادین و انجیرتون میوه تولید نمیکنه. و عامل ششم هم زیاد دادن مواد غذایی هست، یعنی بیش از اندازه وقتی که مواد غذایی برش داده میشه، یکی باعث سوختگی درخت شما میشه، سوختگی برگ ها میشه و دوم هم این که بیش از اندازه درختان رشد میکنه. مواد غذایی اگر به درخت انجیر برسه، خیلی زیاد هم اگر برسه، اصلا این دیوانه میشه و مواد غذایی رو کلا برای رشد خود استفاده میکنه و میوه دادن را از یادش میره. باید شما منظم نظر به سال درختتان، نظر به نوع درختتان مواد غذایی رو برش در نظر بگیرین تا اینکه نه او شعری که هست میگه نه به اون قد رسا و نه به اون خمخمکی، نه به اون شوری و شور و نه به اون بینمکی، نه زیاد مواد غذایی برش بتین و نه زیاد کم بتین، به طور اوسط مواد غذایی برش در نظر بگیرین. علت هفتم هم نوع کود هست. شما اگر به درخت انجیرتان فقط یک نوع کود را داده بورین، هم احتمال زیاد داره که شما ازش میوه گرفته نتونین، مخصوصا کود نایتروجن. وقتی که شما زیادتر در نظر میگیرین، دوستای ایران ما به احتمال زیاد اوره میگن، کود اوره. خب در کل کود نایتروجن یا نایتروجن فرتلایزر که بگیم، خب در کل نام انگلیسیش است که همه شما باید بفهمین و افغانستان کد سفید میگه، ایران اوره میگه و به انگلیسی کسایی که دوستای ما در آمریکا قرار داره شما با نام نایتروجن فرتلایزر میگین و در آلمان هم به مترادفی نایتروجن فرتلایزر را شما باید پیدا کنین و میتونین از استفاده کنین و بعضی دوستا از این زیادتر استفاده میکنه و این باعث رشد بیش از اندازه و ندادن میوه میشه. شما باید از کد NPK استفاده کنین یا کد 320 که NPK هست، یعنی نایتروجن هست، فسفرس هست و پتاسیم. نایتروجن به خاطر رشد بود، فسفرس به خاطر تولید ریشه است، ریشه را پرقدرت می‌سازه و پتاسیم برای تولید میوه است که این سه کد بهترین کد هست که شما میتونید برای انجیر خود استفاده کنید، کد NPK یا کد 320. و این 320 هم تنها 320 نیست، با ترکیبات مختلف پیدا میشه. یگان وقتا هست مثلا شما نظر به شرکتش فرق میکنه، در خود لیبلش نوشته است یا مثلا 18-20-20 یا مثلا 320 یا مثلا 320 و همچنان سی هست، ترکیباتش فرق میکنه. نمو سی بیست که هست علامت NPK هست که نایتروژن و فسفرس و پتاسیم را نشان میده. علت هشتم هم آب و هوا هست. اگر مثلا در یک ساحه قرار داره، مخصوصا درختایتون داخل گلدان هست و جایتون گرم هست، گلدان های سیاه در نظر نگیرین، به خاطر از اینکه اگر جایتون گرم باشه گلدان سیاه باعث میشه که نور رو را زیادتر جذب کنه و داخل گلدان آبی که داخل گلدان زودتر تبخیر شوه. اگر تبخیر هم نشوه، شما هر قدر که برش آب بتین فضای داخل گلدان گرم میایه، وقتی گرم آمد تعادل در ریشه به هم میخوره، مواد غذایی رو درست جذب نمیتونه و برش مشکلات وجود میاد. و برعکس اگر مناطقتون سرد هست، میتونین از گلدان سیاه استفاده کنین. در مناطق گرم گلدان سفید باید استفاده کنین که گلدان سیاه در مناطق گرم باعث گرم ساختن ریشه میشه و رشدش خوبتر میشه و مواد غذایی رو درستتر و بهتر جذب میکنه و حتی در فصل زمستان بسیار مهم است و از خشک شدن درخت انجیر شما گلدان های سیاه جلوگیری میکنه. موضوع نهم آب دادن زیاد است. بعضی دوستا بیش از اندازه به درختانشان آب میده
و این باعث پوسیدگی ریشه میشه. از یک طرف ریشه وقتی پوسیده شد خب مواد غذایی رو جذب نمیتونه و درخت شما خشک میشه، اما تو زندگیت میمونه، نه میوه تولید میکنه و رشد میکنه، و از طرف دیگه باعث شستن خاک میشه و مواد غذایی کلا شسته میشه. آب زیاد که دادین خب او تنشین میشه و درخت رو نمیتونه جذب کنه. از طرف دیگه موضوع دهم و موضوع آخر ندادن آب هست. بعضی از دوستا بر درخت انجیرشون کمتر آب میده و این باعث سوختن درخت شما میشه. از یک طرف مواد غذایی برش دادین، از طرف دیگه برش آب نمیدین، سوختگی ریشه و سوختگی برگ ها به وجود میآید و درخت شما باز هم به فکر زنده ماندن میمونه و کوشش میکنه زنده بمونه به جای از اینکه میوه تولید کنه. پس تمام این 10 شرایط رو شما دقیق و منظم تحلیل کنین که مشکل درخت شما چی هست. بیش از اندازه جوان هست، آب برش زیاد میدین، کد درست حسابی نمیدین و یا یک از یک نوع کد استفاده میکنین و یا اینکه برش آب کمتر میدین. کدام از این 10 علت میوه ندادن درخت شما هست، اون موقع شما میتونین وقتی علت پیدا کردین به راحتی میتونین به اون رسیدگی کنین و مشکل رو حل کنین. خب دوستای عزیز، اگر از ویدیو خوشم اومده که حتما ویدیو را لایک کنین و سابسکرایب هم بکنین اگر تا حالا عضو کانال ما نشدین. تا ویدیوی دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم.